همراستیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، اردوغان بار دیگه از ادامه حمایت غرب از اسرائیل انتقاد کرده، بیشتر از تو بشنویم. بله، دقیقا همینطور است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در یک مراسمی که در آنکارا برگزار شده بود صحبت میکرد و بار دیگر با شدیدترین الفاظ از حملات اسرائیل و حامیان و شرکای غربی آن به شدت انتقاد کرد و ویژه گفت که سکوت و بی‌تفاوتی قدرت‌های غربی در برابر ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه و کشتار غیر انسانی فلسطینی ها شرم‌آورتر از هولوکاست نازی های اروپا است. او گفت که حتی قدرت های غربی در حال حاضر بی‌تفاوتی و ریاکاری خودشان را پنهان هم نمی کنند و به گونه آشکارا از آنچی در نوار غزه اتفاق می افته و که اصلی ترین عاملش اسرائیل است حمایت می کنند. او بار دیگر انتقاد کرد از کشتار روزنامه‌نگاران در نوار غزه و گفت که تاکنون 150 روزنامه‌نگار جانشان را از دست داده و تنها چند کشور به گونه بسیار مختصر در این موارد تاکنون واکنش‌های خودشان را داشتن. اردوغان انتقادهایش را خلاصه نکرده به قدرت‌های غربی، بلکه سازمان‌های اسلامی و کشورهای اسلامی را هم مورد هدف انتقاد خودش قرار داد و گفت که حتی سازمان‌های اسلامی هم در کنار قدرت‌های بین‌المللی و کشورهای اسلامی هم در این آزمونی که در 9 ماه گذشته در نوار غزه ادامه داشتن ناکام ماندن و آنچی با باور آقای اردوغان اقدامات فوری بوده را تا هنوز انجام ندادن. می‌دانیم که دولت ترکیه و به ویژه آقای اردوغان از همان روزهای نخست به شدت انتقادهای خودش را بر دولت نتانیاهو و بویژه نخست وزیر اسرائیل داشته و بارها و بارها از ادامه حملات این کشور انتقاد کرده. این بار هم به این موضوع اشاره کرد که حملات اسرائیل باعث شده که مانع بزرگ ایجاد بشه در برابر مذاکراتی که در حال حاضر میان حماس و اسرائیل جریان داره، ولی بار دیگر ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات اخیری که بین مقامات حماس و اسرائیل داره انجام میشه به زودی به یک نتیجه بنشینه که باعث بشه مردم فلسطین نفسی راحتی بکشن. اما میدانیم که در حال حاضر چنین اتفاقی نیفتاده، اما در یک دو هفته گذشته این چندمین بار است که آقای اردوغان چنین اظهارات نظری را در مورد گفتگوها برای برقراری آتش بس داشته. مشکرم از تو نرگس، اما اجازه بده که پرسش دومی هم داشته باشیم از تو. نرگس، همزمان وزیر خارجه عربستان سعودی برای بررسی تحولات منطقه به ترکیه سفر کرده، از این سفر و اهدافش به ما بگو. خب، فیصل بن فرهان آل سعود در حال حاضر در آنکارا به سر میبره. یک ساعت پیش به آنکارا رسید و قرار است که با مقام‌های وزارت خارجه ترکیه به ویژه آقای هاکان فیدان وزیر خارجه دیدار خودش را داشته باشد. بر اساس بیانیه‌ای که روز شنبه وزارت خارجه ترکیه منتشر کرده بود، گفته شده که دو طرف انتظار میره در مورد روابط دو کشور و در عین حال مسائل منطقه‌ای به ویژه تحولاتی که در غزه اتفاق میفته و مذاکراتی که در حال حاضر در جریان هستن بحث و گفتگو کنن. میدانیم که عربستان سعودی و ترکیه یکی از دو کشورهایی هستند که به عنوان گروه تماس کار میکنن در این راستا. متشکرم از تو نرگس، همکارم نرگس هورخش از استانبول.